آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جمع زرگری باشه یه هم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه با مردم، و دعا میکنیم که در این روزهای گرم بهاری حالتان خوب باشه، از آفات و بیماری ها و بلیات در امان باشین، در کنار خانواده محترم و دوستان عزیز و گرامیتان، و همینطور خداوند را شاکر هستیم که باز هم این توفیق فراهم شد که در خدمت شما باشیم در برنامه با مردم، برنامه خودتان، برنامه‌ای که فرصتی است برای انعکاس صدای مردم به گوش مسئولان و زمینه است برای دیده شدن مردم و شنیده شدن مردم. مردم در همه نظام ها اصل هستند و مهم هستند، محور و مبنا هستند. با مردم است که یک نظام شکل می گیره، یک جامعه معنا پیدا می کنه و شرایط متناسب با خواست مردم و مطالبات مشروع مردم دگرگون میشه، متحول میشه، رو به بهبود میره و توسعه پیدا میکنه. این در واقع اهمیت مردم را نشان میده. در حتی استبدادی ترین نظام ها مردم اصل هستند. اساسا اگر مردمی وجود نداشته باشه، چیزی به نام حکومت شکل نمیگیره، چیزی به نام حکومت تشکیل نمیشه، چیزی یا کسی به نام حاکم معنا پیدا نمیکنه. باید مردمی باشه تا حکومتی باشه که بر مردم حکومت بکنه، یا باید مردمی باشه که حاکمانی باشه که بر مردم حکومت بکنن. به این جهت است که شنیدن صدای مردم و گوش سپردن به خواستهای مردم برای حکومتهای مسئول و پاسخگو و مردمی بسیار مهم و حیاتی است. در واقع اعتنای به مردم است که موجب دوام و قوام یک ساختار سیاسی میشه. اگر مردم نادیده گرفته شوند، اگر مردم نفی شوند، طرد شوند، دور رانده شوند، تنها اتفاقی که میفته این است که عمر حاکمیت کم میشه، عمر حاکمیت کوتاه میشه. به این اساس است که ما تأکید میکنیم این برنامه یک فرصت است، یک زمینه است، یک امکان است برای این که مردم حرف خودشان را بزنن، درد دل خودشان را مطرح بکنن، و مسئولان وظیفه دارن که گوششان را به دهان مردم بدوزن و متوجه نیازهای مردم، رنجهای مردم، مطالبات مردم و خواستهای مشروع، قانونی و غیر قابل انکار مردم باشن. این برای ما یک امتیاز هست در واقع که بتانیم در برنامه با مردم در خدمت شما باشیم و موضوعات را مطرح بکنیم که ارتباط مستقیم داره با زندگی فردی و جمعی یکایک شما گرامیان. آنچه در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم مدیریت کمک های خارجی است. بعد از سقوط دولت اشرف غنی فراری و بر سر کار آمدن حکومت جدید، ما شاهد فروپاشی نظام اقتصادی کشور هم بودیم. یعنی همزمان و پا به پای فروپاشی نظام سیاسی افغانستان، نظام اقتصادی کشور هم دچار فروپاشی شد و این فروپاشی تبعات و پیامدهای بسیار مخرب، منفی و ویرانگری داشت که
به صورت مستقیم در واقع نو تیزی نوک حمله این خنجر گرده مردم بود. بیشترین فشارها از ناحیه فروپاشی اقتصادی بر سر مردم آمد و به همین جهت ما شاهد از سرگیری کمک‌های خارجی بودیم. در فواصل مختلف این کمک‌ها به افغانستان سرازیر میشن، اما بحث ما بر سر مدیریت این کمک‌ها هست. آیا مدیریت کمک‌ها درست است؟ ما چگونه میتونیم کمک‌های خارجی را به گونه‌ای مدیریت بکنیم که همه نیازمندان کشور تحت پوشش این کمک ها و حمایت ها قرار بگیرن و بهره‌مند شوند از کمک هایی که از خارج سرازیر میشه؟ در کنار کمک های خارجی ما یک سری ظرفیت های داخلی هم داریم که از اونا تعبیر میکنیم و مؤسسات خیریه داخلی، مؤسسات خیریه ای که در گوشه و کنار کشور سالهای سال است که فعالیت میکنن و کارشان ارائه خدمات امدادرسانی به مردم در سطوح مختلف و به گونه‌های متفاوت است. ما چگونه میتونیم ظرفیت خدماتی این مؤسسات را هم بالا ببریم و کاری کنیم که در کنار کمک‌های خارجی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی ما در پوشش و در قالب نهادهای امدادرسان داخلی بتانند بخش بیشتری از جامعه را تحت پوشش قرار بدن و مورد حمایت واقع شود مردم. شماره 020-2511-566 مثل همیشه پل ارتباط شما گرامیان هست و ما همچنان منتظر تماس‌های خوب و همراه با پیام‌های سازنده شما بینندگان ارجمند هستیم به برنامه خودتان. امیدوار هستیم که با دریافت تماس‌های شما عزیزان بار معنوی و معنایی برنامه هم سنگین‌تر و بیشتر شود و ما شاهد یک رویداد مبارک باشیم که عبارت است از غنامندی محتوایی برنامه با مردم که به شما تقدیم میشه. و ما در فیسبوک ببینیم که کاربران عزیز چه دیدگاهایی رو مطرح کردن. آقای عبدالحمید حسینی نوشتن که کمک‌های بین المللی به خصوص در افغانستان به طور ناعادلانه تقسیم می شود. حکومت فعلی مسئولیت دارد کمک‌ها را به طور عادلانه تقسیم کند، در حالی که وضعیت فقر و تنگ دستی دامنگیر مردم افغانستان شده است. چه در دوران جمهوریت چه امارت اسلامی کمک ها به طور ناعادلانه تقسیم می شود. حکومت فعلی مکلف است کمک ها را به طور عادلانه تقسیم کند تا مردم از حکومت خوشنود و راضی و با آن همکار باشند تا وضعیت بد اقتصادی از کشور ما برچیده شود. آقای علوی را از مزار شریف پشت خط داریم، استفاده کنیم از خدمت ایشان. سلام بر شما آقای علوی. خب اولین تماس ما از ولایت باستانی بلخ از مزار شریف بود از آقای علوی که متاسفانه قطع شد. امیدوار هستیم که دوباره وصل شود و ما در خدمت ایشان باشیم. خب در مورد کامنت آقای حسینی کمی میخوام صحبت بکنم. ایشان تاکیدشان بر ناعادلانه بودن سیستم توزیع کمک‌های خارجی در افغانستان هست و هم حکومت موجود و هم حکومت پیشین اشرف غنی فراری را متهم کرده به توزیع ناعادلانه کمک‌ها. آقای علوی پشت خط هستند. سلام بر شما آقای علوی. سلام، عصرتون بخیر. سلام و رحمت الله، عصر شما هم بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر جناب آقای موسوی، خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم. قربان شما. سلام خدمت همه دوستانی که چی در بخش تکنیک و چی عزیزانی که از طریق تلویزیون پاک و زیبای تمدن صدای مرا میشنوند. سپاسگزار هستم، قربان شما. راجب مسئله کمک های خارجی گفتن، درسته؟ چی در زمان حکومت جمهوریت و چی در زمان
حکومت امارت، بله. درست است؟ بله بله بله. من یک مثال واضح و ساده بسیار خوب را براتان در اول عرض میکنم خدمتتان، باعث ضایع وقت هم نشه، بسیار مختصر عرض میکنم. زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، زمانی که انقلاب در ایران به پیروزی رسید، مورد تحریم دنیا قرار گرفت ایران. حتی در اون زمان مورد تحریم شوروی اون زمان هم قرار گرفته بود، دوست نبود خوش. خب اونا چیکار کردن؟ اونا هر کدام تمام ملت آمدن دست به دست هم دیگر دادن، هم جنگ ایران و عراق پیش رفتن و هم در همه چیز سرسجور شدن. اونا شما باور کنید اونا از طریق کوپان یک کیلو روغن در ما بر از اونا هر نفر رو میداد. گویا یک کیلو روغن هر قدم دستوری خودم شرط کنن نمیگرن، ولی اونا سوختن و ساختن یک مسئله. و همو ذخایر داخلی، درآمد داخلی، منابع داخلی، ذخیره ها و اندوخته های داخلی که داشتن، اونا به طور خیلی شفاف استفاده کردن. بله. بدون کدام اختلاس، بدون کدام دزدی، بدون کدام دیگه. ولی متاسفانه در زمان حکومت جمهوریت، اما یکی از بیانات دکتر نجیب بود که میگفت ده بوجی دلار میای داخل افغانستان، ده بوجی دلار آمد، متاسفانه در میدان هوایی، در میدان هوایی خواجه‌نواش گم میشد، اصلا در وزارت مالیه نمیرسید. بعضی از کشورها اصلا کلن یک رقم. من در یک زمان خودم در اول حکومت جناب آقای کرزایی در کدام سال برتان بگم، در سال 83، من خودم در بنیاد در جامعه ابوتات، بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان، من در اونجا به عنوان سرویر وظیفه داشتم. باور کنید پولی که از اونجا خارجی ها میداد فقط در داخل خود بنیاد، دیگه بیرون نمیرفت. درست است. اکثر کشورها آمدند کمک میکردند، اعلان میکردند از طریق تریگونها، از طریق تلویزیونها، از طریق رسانه های مثلا CNN و الجزیره و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه، از BBC اونا اعلان میکردند. متاسفانه اون کشورها از اون طرف میامدند، از اون طرف پس دوباره امو کسا دونرهایشان میامدند، دوباره جیب پس پر کردن میبردن. یک دونر $18,000 معاش داشت. در کشور فقیری که $18,000 ماش یک دونرش ببره، پس کمک که امیده دیگه، مثل همون ضرب المثل میشه جناب آقای موسوی که میگه نظر میکنم از برای خود میخورم با فرزندهای خود، دوباره میبردن. یک مسئله. و دوم دیگه اون سران مملکتی که بودن، از خود جناب آقای کرزایی گرفته، از خود جناب آقای اشرف غنی گرفته، از وحید عمر گرفته، از محب گرفته، از دیگه و از دیگه و از دیگه، مثلا کلهم اینا، اول اینا کمک ها را سهم خود جدا میموندن، در آخر یک مقدار مثلا اگر میرسیدم که به قشر نمیرسید. ولی خدا کنه در دولت امارات همچی چیزی نباشه. اینا که دم از اسلام میزنن، اینا که دم از حکومت عمری میزنن، اینا که از گفته چه دم از حکومت نمیفهم امیرالمؤمنین میزنن، خدا کنه حکومت امیرالمؤمنین این رقم نباشه. در زمان حکومت حضرت عمر اصلا ما یک نفر گدا نداشتیم. چرا؟ چون خزانه دار حضرت علی علیه السلام بود. جارچی جار میزد، آهای اونایی که شب و روز خود ندارن بیاین از خزانه ببرن، چون خزانه دار علی بود. اگر یک وقتی کسی مثلا مسئول مثلا زکات و عشر و یا مالیات خود نمیداد، فورا یک نامه میداد به حضرت عمر، میگفت فعلا که شما خلیفه هستین، فلانی سرمایه‌دار، فلانی تاجر احضار کو بیاره مالیات خود در خزانه تحویل کنه. و اون زمان مجبور بودن بیارن تحویل کنن، ولی در اون زمان عادلانه تقسیم میشد. خب اینم از حکومت عمری. خب پس اینا وقتی که دم از حکومت امیرالمؤمنین میزنن، خب نباید مثلا کمک ها چقدر کمک سرازیر شد امینجا. باور کن در یک سال ما گفته چه دانه گندم میشه، لوبیاش ما ندیدیم در این بخش. نمیفهم کجا میشه. بله کجا میشه. بله خب
اگر ما قرار باشه این رقم باشیم سالهای متمادی گشنه هستیم آقای موسوی، اگر شفافیت نداشته باشه. فکر میکنم کارت تلفن آقای علوی تمام شد، صحبتهایشان هم مفصل بود و دقیق و دردمندانه بود. من از جناب آقای علوی تشکر میکنم بابت طرح مطالب و نکات بسیار مهم، کلیدی و آموزنده مستند که هم مستند تاریخی داره و هم مستند عینی برای خود ما، مستند تجربی که خود ما در 20 سال گذشته تجربه کردیم، حیف و میل ها و سوء مدیریتی که در نظام سیاسی جمهوریت و نظام اقتصادی جمهوریت انجام شد، برای همه ما ملموس و مجرب است. همه ما با این وضعیت ارتباط داشتیم، با پوست و گوشت خود حس کردیم که مدیران و سکانداران امور سیاسی و اقتصادی افغانستان چگونه با منابع حمایتی خارجی و میلیاردها دلاری که برای بازسازی افغانستان و نجات افغانستان از فقر و فلاکت سرازیر شده بود چه کار کردن اینا. تماس داریم، متوجه نشدم متاسفانه. آقای شمس الدین از کابل، سلام بر شما. سلام علیکم، بخیر هستین، خیلی خوش آمدین به برنامه. زنده باشی آقای صاحب، سلام به خودت. و علیک السلام و رحمت الله. آقای صاحب خوب برنامه ها را خود ترتیب میکنی؟ بله آقای صاحب، قبلا نمی که صحبت میکردم رایت از رژیم گذشته را بعض چیزها یا زیادتر یا کمتر گفت، اما حال ما از او وقت فرق نداره آقای صاحب. بله با خدا برات قسم میخورم آقای صاحب که ما به نام اسلام دی 40 سال قتل عام شدیم. امو وکیلی که در زمان جمهوریت موترهای گندم و کمک برد پروخت، امروز امو وکیل وکیل است و پیش نمی مردم قدر و قیمت داره. آقا مستحق نمی رسه این کمک، فقط در خانم مای تو خانه را آقا سلسراغ دارم که 6 نفر چادری سرش پوشانده، گفته سلام علیکم کمکایت به ما رسید، کلشان از یک خانه. آقا صاحب قند چقدر بگویم، درست است که اسلام، ما اسلام هستیم که مثل این رژیما هزار تا بیایه ما اسلام هستیم، ولی این که داد میزنه که ما اسلام را پیاده میکنم با خدا را پیاده کرده بتانم دروغ میگه، دل ما بسیار درد داره آقا صاحب، دروغ میگه والله. هم یا کلشان هم یک سال شده آمده آقا صاحب، دل آدم در میگیره تو برو در پل سوخته این مواد ایروین از کجا میه، تو چی رقم اسلام هستی که تو اونجا جان کنده میره و من خون دل خورده میرم؟ این اسلام همیده میگه خوبم برد معلوم است که در فلانی جای فلانی ایروین مبروشه، این همی حالا هر نظامی زدان قصابی استاد میشه در پسق و خرافکه در چرگ و خرافکه، سه سه دانه مرقه میگیره، دو کیلو گشت و گسپان نمیگیره، با پرسان هم میکنی میگه من ماش ندارم. خیلی تو از کجا میکنی؟ آقا صاحب چه قبرت بگویم؟ چه قدرت؟ یعنی اگر برات بگویم با خدا آقا صاحب نیم ساعت میشه که من مستند مستند برات میگم. ولی بنام اسلام اینه بیا که اسلام شد، اسلام شد درست، ما با یک کش توهین نمیکنیم، برشان احترام داریم، ولی عدالت چیزی که از افغانستان گریخته عدالت است آقا صاحب، عدالت در افغانستان نیست آقا صاحب. کدام سوال کدام پرسش آقا صاحب به عمل خدمت باشه بفرما. سلامت باشین، خیلی ممنون، تشکر از شما، بخیر و موفق باشین. آقای شمس الدین از کابل، درد شما هم برای ما قابل حس است، منتها در مورد صحبت‌های آقای علوی از مزار شریف میخواستم چند نکته عرض بکنم و در واقع در تأیید صحبت‌های ایشان که به هر حال ما وقتی از عدالت عمری حرف میزنیم یا از عدالت علوی حرف میزنیم یک چیز انتزاعی پا در هوا نیست. ما وقتی از عدالت عمری حرف میزنیم این عدالت در روی زمین اتفاق افتاده، اجرا شده
وقتی از عدالت علوی حرف میزنیم، این عدالت عینیت تاریخی داره، در بستر تاریخ در روی همین زمین اتفاق افتاده. بازم تماس داریم. جناب آقای ابراهیم از کابل، سلام بر شما. سلام علیکم آقا سید محترم، بخیر هستین؟ خیلی خوش آمدین به برنامه. خوب هستین؟ خیال داریم خوب هستین؟ سلامت باشین، خیلی ممنون. همین بر راجع به برنامه شما، بله، یک گفتنی داشتیم آقا سید خان. مهربانی سه بفرمایید. بیادر از این خاطر کمک ها که میگن این کمک در مستحق نمیرسه، خدا شاهد است که چقدر اینه در این چند سال، اینمی دو سال است، اینمی یا یک و نیم سال، یک سال که اینمی کمک هاست، اینمی کمک فقط ایسه که نامش است که کمک به نفر میرسه که ما خودم اینا شاهد صحنه هستم که او آدم داره مثلا 4 تا 5 تا اولی داره، خانه داره، درست است؟ خانه داره، زمین داره، موتر داره، اونموی یک از این کمک هم که آورده به اونمون مستحق به اونمون مردم ها میرسه، به مستحقش نمیرسه. خدا شد خب، چرا این قسمه است؟ یعنی آیا حکومت مشکل داره یا کسانی که مسئولیت توزیع کمک ها را دارن اینا خشخوری میکنن و به قوما و فامیلا و دوستا و رفقای خود میتن؟ مشکل از کجاست؟ والا مشکل اینی آقا صاحب محترم، ما این بعد از یک سال یک نام خود ما را گرفتن، رفتیم در این بینیسار، در بیسار مشکلات 3800 را پداد، در بیسار مشکلات که همین خدا شاهد است، ما خودم شخصم خودم نه، این بار اول بود از ابو کمک هم دلم سرد شد، مگم ما یک جای خدا شاهد است که ما خودم شاهد صحنه دارم که از امی چی از امی چیز خوب چیز نام یادم دارم از او کمک هم یعنی به کس توضیح شده که کمک آدم ده تا اولی داره و ده ریسه که موتر داره، زمین داره، کار داره، با اونو تو آدم ها مگم با فقیر 4 تا فقیری که من خودم میشناسم با خدا با اونم ها نشده. حتی با مولای مسجد من خودم یادآوری کردم، گفتم مولا صاحب ایره که تو کمک برای مردم یاری اینجا نیتی در این مسجد که فلانی رابطه، مگم با اونم اون مستحقش نمیرسه؟ خدا شاید گفتم میره باید جوابش خودت تو بیتی. بله دیگه مرجع آیت الله سیستانی آوردن در منطقه، یعنی ما خودم امو وکیل چی هست رو بچه کاکای ما میشه و 4 تا 3 تا امو چیز کار تا خودش گرفته خدا شایده و چند تایی دگر رو که ممش دازم ما چون امی حق بگو و امی حق میگم فلا که گمتم کدام روز اگر شما بخواهید ما بسند با ثبوت کنشه براتون میگم که این فلانی جای فلانی فلانی گرفته، اما در مستحق نمیرسه. درست است، خیلی ممنون از شما، سلامت باشین، تشکر از محبت شما. قربان شما آقا صدقات، بخیر باشین، خیلی ممنون، سلامت باشین. خب دو موضوع هست که فکر میکنم تا تماس بعدی نیامده ما این دو تا موضوع رو باز بکنیم. یکی این که خود حکومت مسئولیت داره به عنوان مدعی اجرای عدالت عمری که در توزیع کمک ها و شناسایی افراد و خانواده های مستحق نهایت دقت را باید انجام بده. این نخستین مسئولیتی است که به دوش حکومت هست. بعد کسانی که واسطه بین مردم با حکومت هستند مثل وکلای گذر، محاسن سفیدان و ریش سفیدان و نماینده های نمیدونم وکلای گذر و امثال اینا، اینا هم وجدان و شرف انسانی خودشان را زیر پای نگذارن و کمک ها را به کسانی برسانن که به معنای واقعی کلمه مستمند هستن و نانی برای خوردن ندارن. این دو موضوع. سوم مربوط میشه به کسانی که کمک میگیرن. به عنوان مثال ممکن است که نماینده کوچه ما بیای پشت دروازه ما که مشخصاتتان بتین، تذکرتان بتین، کمک آمده، ما لیست شما را تر میکنیم، کمک بگیریم. اینجا ما به عنوان دریافت کننده کمک
مسئولیت دارم که وجدان انسانی و اسلامی خودم را زیر پای نگذارم و ببینم که آیا ما واقعا مستحق کمک هستم یا نه. غیر از ما دیگران در چه وضعیتی هستند؟ کسانی را که من میشناسم، با اونا ارتباط دارم و شاید به من مراجعه میکنن برای کمک، بیوزنها، خانواده های بی سرپرست، ایتام و مردهای جوان بیکار که ماهاست که اینا به اندازه 10 افغانی درآمد نداشتن، آیا اینا در اولویت نیستن؟ انسانیت ما چه حکم میکنه؟ شرف و وجدان انسانی ما چه حکم میکنه؟ ما که کار ثابت دارم، درآمد دارم، خانه شخصی دارم، موتر شخصی دارم، آیا ما حق دارم از کمکی که مال یتیم و بیوه و صغیر و وامانده و گشنه است بگیرم و شکم خود پر بکنم، پس انداز بکنم؟ این خیلی مهم است، این خیلی مهم است. صدای تاکبک من قطع است، چرا نمیفهمم. تماس داریم از آقای جاوید از کابل. سلام. بله سلام علیکم. سلام و رحمت الله. ببخشن به خاطر امدی کمک ها در اینجا خیر ببین آقا صاحب که بخش دنده شما چیز کردین. خواهش میکنم. همی کمک های آقای جاویدم تماسش قطع شد، احتمالاً کارتش کفاف نکرد که این تماس تا آخر ادامه پیدا بکنه. امیدوار هستم که بتانیم در فواصل برنامه باز هم آقای جاوید را با خودمان داشته باشیم. ولی من داشتم همین نکته را عرض میکردم که در بین چند نهاد و یا فرد مسئول در زمینه توزیع کمک ها، از حکومت بگیر تا واسطه های بین حکومت و مردم مثل وکلای گذر و نماینده های مردم و تا خود کسانی که کمک دریافت میکنن، نخستین شرط این است که ما وجدان انسانی داشته باشیم، شرف داشته باشیم، انسانیت داشته باشیم، ایثارگر باشیم، زیاده خواه نباشیم، افزون طلب نباشیم، چشم خود را به حقوق دیگران ندوزیم. این بدترین جنایت است که من که حق ندارم کمک دریافت بکنم، مستحق نیستم کمک دریافت بکنم، در حالی که میبینم در اطراف ما، در همسایگی ما، در کوچه ما، در محله ما خانواده های گشنه هستن، خانواده های فقیر بی سرپرست هستن، خانواده های بی‌نان‌آور هستن، یا حتی اونایی که نان‌آور دارن اما مدت ها و ماه هاست که کار وجود نداره که اینا درآمد داشته باشن و زندگی خود رو بچرخانن. یعنی جنایت از این بالاتر نمیشه به نظر من. پس باز هم در این موارد هم در واقع مسئولیت اصلی برمیگرده به حکومتی که مدعی اجرای عدالت عمری است. آقا شیرین از کابل. سلام. بله سلام علیکم. خوب هستید؟ سلام و رحمت الله. خیلی ممنون هستم. بخیر و سلام. ما از این کمک ها شکایت داشتیم در زورابات سراشمالی، کمک هیچ سال فعلا نامده. خب بله بله، سراشمالی کمک نیامده. این سراشمالی کمک نامده. کمک هم اگر میاییم مثال شمی کلانه قوم هم چیزا میگره، سال فعلا نگه نامای ما رست یکم 3 ماه پیش گرفته بود، سالیش کدام کمک چیز نامده. آها. جاهای دیگر شما سراغ داری؟ مثلا خیرخانه وضعیتش بله چطور است؟ بله خیرخانه اونجا کمک آمد، پیسه نخت آمد، توزیع شد، دیگه شد 500 فامیلی؟ ما فعلا نگه این نامای ما را گرفته نیست، کمک آمده نکنم چیز دیگه آمده. اگر آمده مثال شیم وقتی یک دو پرکنت خمس آمده بچه نامده. بله خب، صدای شما هم کیفیتش خراب شد، من عذرخواهی میکنم، قطع میکنم. ما وقتی از عدالت صحبت میکنیم، خیلی مهم است ما در واقع فاکتورهای مختلف و موارد گوناگون را باید لحاظ بکنیم تا آنچه را که نامش عدالت میگذاریم تحقق پیدا بکنه. یکیش عدالت جغرافیایی است، یعنی شما نمیشه که مثلا یک بخشی از کابل را تحت پوشش قرار بدین و کمک‌ها را به اونجا برسانین و یک بخش دیگر را از قلم حذف بکنین.
آقای محمد ناصر از کابل، سلام. سلام. خیلی خوش آمدین به برنامه. صحت مند باشین. جان. بله. موضوع برنامه شما همین کمک‌های گست باید به چی شکل مدیریت شد؟ بله، 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 همین است. متهم از چیزهایی را میشنوم و چیزهایی را راپور دارم پیش خود که بسیار مشکل است کمک‌ها برای مستحقینش برسه. بر مثال من از ولایات تماس دارم با کسایی که میگن یک کمک خلاص میشه دیگه کمک بر ما میرسه، ما هیچ ضرورت به کار کردن نداریم، در حالی که در کابل در جایی که مسئولین در ایجه نزدیک هستند اینا نمیتونن کمک ها رو ایجه مدیریت کنن و ای اگر به شکل تعویض نباشه ما چی رقم اعتبار کنیم که اینمی کمک ها بر ما میرسه؟ به نظر خود شما علتش چی است که در بعضی از ولایات به او صورت توزیع میشه در کابل اصلا توزیع نمیشه؟ علتش نمی یگانه چیزی که من فکر میکنم علتش تبعیض است، تبعیض لسانی است. و ای خیلی جای تاسف است اگه اینطوری باشه دیگه. ما از جاهای نزدیک هم برای شما میتونم گفته، از توگر، از ولسوالی مسعید. مسعید یکی از ولسوالی های بسیار نزدیک کابل است. اینجا مردمش میگن، میگن ما این ضرورت به کار کردن نداریم، کمک ها یکی خلاص میشه دیگه پیشترش میرسه. ولی در کابل ما مردم را سراخ داریم مردم سال میتونیم حالا که ما یک سال پیشتر میتونیم نفقه خاله و خانواده خود به شکل درستش عملی برسانیم، ولی فعلا ما تکار نمیتونیم، ضرورت داریم به کمک ها. ولی با گذشت که نمی 8 ماه 9 ماه این کمک هایی که در تلویزیون اعلان میشه به میلیون ها دلار به این مصرف میشه تا فعلا یک روز وامتون نشده که با ما سروی رسیده باشه، حتی پرسان شده باشه که شما با کمک ضرورت بله. خیلی ممنون از شما، سلامت باشین جناب آقای محمد ناصر از ولایت کابل. همین نکته را من میخواستم عرض بکنم که قبل از شما دوست عزیزی زنگ زده بود و شکایت داشت از این که مثلا در سرای شمالی کمک نمی آید، تا حالا نیامده. من همین میخواستم بگم که حالا ما وقتی از عدالت صحبت میکنیم، چه عدالت علوی، چه عدالت عمری، چه عدالت بشری، حالا بر اساس همو فرضیه ها و دیدگاه ها و نظریات فلاسفه و متکلمان امثال اینا، از هر منظری که شما نگاه بکنین، حتی عدالت کمونیستی، حتی عدالت نمیدونم کاپیتالیستی، شرط اصلیش این است که ما در واقع به صورت عادلانه همه مناطق و ساحاتی را که نیازمند به کمک هستند تحت پوشش قرار بدیم. اگر ما به صورت تبعیض‌آمیز رفتار کردیم و بخش‌هایی از یک ولایت را یا بخش‌هایی از کل کشور را تحت پوشش قرار دادیم و ساکنان و شهروندان او مناطق را مورد حمایت و توزیع کمک قرار دادیم اما بخش‌های دیگر نادیده گرفتیم، این در واقع مغایر عدالت است و غیر از عدالت است، منافات دارد با عدالت و بلکه ستم است، ظلم است، رفتار تبعیض‌آمیز و تعصب‌آمیز است که با آنچه ما شعار می‌دهیم سازگاری نداره. آقای کاریزی، سلام بر شما از ولایت کابل. جانم آقای کاریزی. بله، سلام علیکم. سلام، بفرمایید، خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین، سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های شما. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. فکر موضوع برنامه چگونگی مدیریت کمک های بین المللی هست که چطور مدیریت این تا با تمام فقرا برسه؟ بله بله، البته به نظر شخصی خودی بنده که ما بین مردم هستیم، همان با مردم سر و کار داریم، کمک های بین المللی که توزیع میشه کاملا به صورت غیر عادلانه توزیع میشه. یک تعدادی که از ابتدا لیست شده اونا فقط به حال شاید گرفته بوده و مجموعه فقرهای دیگه ای که واقعا نیازمند است نوبت از اونا نرسیده و روند توزیع کمک هم قسمی است که اول به
ناحیه ناحیه از طرف وکیلای گذر وکیلای گذر نماینده های مردم معلوم است که اینجا دست نماینده های مردم و وکیلای گذر کار نه بمو شاید بمو عقاری و دوستا و کسایی که از دو یک بار لیست شده برای از اونا میرسته. یک موضوع دوم، چون ما بین مردم هستیم یک تحقیق میدانی که ما خود ما انجام دادیم، کمک ها به صورت تبعیض آمیز هم تقسیم میشه در ولایت افغانستان. مثلا ما یک آمار داشتیم از بامیان، دایکندی، غزنی، میدان مردک، سریپور، نشان میداد که بین ولایت ها برای عبده درصد مردم کمک رسیده، 83% دیگه کمک نرسید. و ولایت های در مقایسه با ولایت های دیگه معلوم بود که خیلی ناچیز و خیلی اندک بوده کمک هایی برای مردم رسیده. و نشان میده که یک تبعیض بین مردم هست که کمک ها به صورت ناعادلانه تقسیم نشد. در یک ولایت بیشتر، در یک ولایت دیگه کمتر. مثلا در ولایت های جنوبی و شرقی و شاید ولایت های هلمند و قندهار اینجا بالای 80% مردم کمک میگیره و در ولایت های مرکزی شاید کمتر از این باشه. که ما گفتیم آمار داشتیم با که 80% کمک گرفته مردم. و خیلی وحشتناک دیگه فکر کنم بود که ظرفیت های داخلی و مؤسسات خیریه چطور تغییر بله وای که سهم بشه در تقاضایی. ما از عموم مردم خواهش داریم که خودشان تلاش کنند، خودشان یک برنامه داشته باشند، خودشان خیلی منتظر کمک های بیرونی و کمک های داخلی نباشند. روست اوضاع ناهنجار است، فقر است، بدبختی هست. این که در دوران جمهوریت هر چی بود و گذشت، اما فعلا مسئولیت امارت اسلامی است که همون عدالت عمری، همون عدالت علوی باید تطبیق شود در زیر پرچم امارت اسلامی که داد از عدالت عمری زده میشه. کمک ها باز هم به صورت ناعادلانه در بین مردم تقسیم شود. اونهایی که درآمد ثابت داره، اونهایی که یک مقدار کار دستشان است، اونها کمک بگیرن. او فقیری که نانش نداره، گرسنه میخواد، او کمک نگیره. این دور از انصاف است، دور از عدالت عمری و علوی هست. بله، تشکر. قربان شما. خیلی ممنون از آقای کاریزی، مفصل صحبت کردین و خیلی دقیق و کامل. اگر همکاران اجازه بدن، چون ما کامنت های هم داریم از کاربران عزیز فضای مجازی که حق دارن کامنت هایشون خوانده شوه، آقای نظری اجازه است ما کامنت بخونیم؟ خب تماس داریم. بله، اگر بازم خب تماس آمد دیگه در خدمت بینندگان عزیز هستیم. در همین فاصله من میخوام یکی دو تا کامنت بخونم از آقای علی محمد سرشار جانم. تماس از آقای دارابی است از کابل. درود بر شما و خیلی خوش آمدین به برنامه. بخیر باشی آقا سید. سلام، ساعتتون خوب بخیر است. علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما. بخیر، سلامت باشی. ببخشید خیر ببینین این برنامه را شما که سوال کردین. خواهش میکنم. مگم در یک مثلا اگر شما واقعا کار کنین که این کمکایی که در افغانستان میایه ای پیگیری شود، جلوگیری شود، باور به خدا که همی کمکایی که میاید در سرش ها و گدا تقسیم کنه مستحقی نبان که در همه مردم میرسه. به خاطره که در وقتی که امارات اسلامی داخل افغانستان آمده این کمکایی که میاید همه مردم رفته کلشان ماجر شده. همین قدره که توی افغانستان مانده همی کمکار که بیاره تقسیم کنه عادلانه. اگه واقعا امارات اسلامی داد از امیر المومنین میزنه، از خلیفه راشدین میزنه، همه ایشک برسانه به مردم، در هر خانه میرسه. در هر خانه 1000 نرسید 500 افغانی شاید برسه، 500 افغانی نرسید شاید 200 افغانی برسه. اگه واقعا عادلانه تقسیم شوه، واقعا اگه آقا صاحب شما همی حرفای همه دوستای ما را شما اگه نشر کنین، واقعا اگر شما پیگیری کنین به همه مردم میرسه انشالله. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون آقای دارابی. خب برنامه زنده است
و هیچ گونه سانسوری هم ما نداریم. یعنی هر کسی که زنگ میزنه و هر پیامی را که منتقل و منعکس میکنه بدون هیچ گونه سانسوری پخش میشه از آنتن تلویزیون تمدن و مسئولان حکومت هم میشنون. کامنت ها هم همینطور است. بعد همین برنامه در یوتیوب هم بارگذاری میشه و برای همیشه اونجا ماندگار هست. بنابراین ما در حدی که امکان وجود داره برای شنواندن صدای مردم اقدام میکنیم و صدای مردم رو پخش میکنیم. بله. آقای فدایی سلام بر شما. آقای فدایی خب. سلام علیکم بزرگوار. سلام. من میخواستم قطع کنم شما گپ نمیزنین آخر. چرا؟ نه. خب. من نمیخوام گپ میزنم. چرا گپ نمیزنم؟ خب بفرمایید. از بیچارگی مگه در کاروبار دنیا عالم تمام غرق است. دیوانه تا با زانو هوشیار تا با فرق است. خب. ما پایگان دهی هستیم که اوی وکیلا را چطور کنیم و نمیفهمیم. زوری ما هم نمیرسه، دال ما هم جای نمیرسه. آلی تا دنیا را بگیم حق بگیم، حق نام خداست، ما جای ترسویم نزیم تعصب فکر با موج آخر خورسیدن. بله. با خدا مگرم جاییم تا که عدالت نکنیم. هر عدالتی را که شما پیش میکنین، عدالت خداوندی، پیغمبری، عمری، هر عدالتی را که شما میخواین، مگر مو عدالت را به چیم خود نمیگریم که مو رو خدا چیم رو کر کده یا قلب متریگ و چرک کده پیدا کده. این را نمیخوام. قرآن یک و دین یک، خدا یک و پیغمبر یک، اسلام یک. چرا اسلام تاج جهان است؟ من امیر سوال میکنم از امی بزرگ مردای تاریخ که خود امی امروز برادر امی حکمت و زولده. چرا اسلام تاج است؟ چرا اسلام اردم شهید جور کردیم؟ چی نداریم؟ یک چیز نداریم، یک چیز گم کردیم که او گم شده را پروردگار پیدا کنه. قسم اول انقلاب و اتفاق. غیر از این خورای یل من نمینگرم. رای یلی بیچاره و غریب و اردم شهید اینمی رای یل چسته که اتفاق. حالی طابقه هم خوش آمد دوی جان باشیم، مسلمان یا غیر مسلمان، خوشبین باشیم. اولاد مو تکه تکه شد، اولاد مو جوجو شد، اولاد اردم شهید شد، از مور این میتور اردم شهید و بی سواد. اولی چیز مکتب است. مکتب با خدا مکتب است، با والایی مکتب است. که مکتب نباشه، انجینر نباشه، دکتر نباشه، مکتب دروازهش بسته شد. این میتو سالا کده ایگر مومنی دیگه من نمیفهم که تا تو قدر وقت مو گذایی کنی. این گذایی هم در سواره میرسه در پیده خوید. ما که سری میکنم اینمی جز گوشه خود دمی چهار قلا هستم. اینمی را که سری میکنم که اینمی فقط در سواره میرسه در پیده نمیرسه. خسایی را با چشم گناهگار خود دیدم که چهار پنج نفر در یک جای کار میکنن، در یک جای بسیار بزرگ. اما چرا برادر در غریب و بیچاره کردم شیده بیا که من قدشم سر خود رو نشان بتم. یک نفر قدمی کلی وکیلای چارقلا با خدا مبارزه میکنم کل شما را بد میگره. اما طور بد میگره که قابل گفتون نیه. بر. خیلی ممنون آقای فدایی. خیلی ممنون از شما. سلامت باشی عزیز. بزرگ شما هم یک دنیا یک. بخیر و سلامت باشین. فرصت محدود است. خیلی سپاسگزار هستم. علی محمد سرشار نوشته که در توزیع کمک های بین المللی زورمندان، حاجی صاحبان، تعصبات قومی و مذهبی در نظر بگیرد خوب مدیریت می شود. برای بالا بردن ظرفیت خدماتی مؤسسه داخلی بهتر است بر ریش، نوع پوشش، نماز خواندن و غیره کارمندانشان خوب نظارت صورت گیرد. من کلن نفهمیدم که آقای سرشار چی می خواست بگویه. حالا بگذاریم. جمعه انصاری نوشته که راه حلش این است که در یگان کشور دیگه مدیریت شود و در افغانستان توزیع شود. ما در مدیریت خیلی مشکل داریم. همین مدیریت ها مردم را دچار فقر و بدبختی کرده است. مدیریت کمک های خارجی در کشور دیگه صورت بگیره، توزیعش در افغانستان شود. اگر مدیریت توزیع کمک ها را به ما بگذارن ما خرابکاری میکنیم. هزار رقم گرایش و روی کرد و انگیزه منفی تعصب‌آمیز و تبعیض‌آمیز و
نمیدونم قومی و لسانی و زبانی و چی و چی پیدا میشه و عدالت را ما خراب میکنیم. اوی که مستحق است، اوی که نیازمند است، او محروم میمانه و اوی که نیاز نداره به این کمک ها، او بهرمند و برخوردار میشه. قدرت الله دانش نوشته گرچه آنطوری که مردم انتظار دارند که باید کمک به طور عادلانه تقسیم شود امکان پذیر نیست. نه اتفاقا ما با شما موافق نیستم آقای دانش، امکان پذیر هست، عدالت امکان پذیر است. چرا؟ چون اجرا شده، در تاریخ اجرا شده، در همین تاریخ اسلام خود ما اجرا شده. ما وقتی عدالت عمری میگیم یعنی که حضرت عمر عدالت رعایت کرده، وقتی عدالت علوی میگیم یعنی حضرت علی علیه السلام عدالت را اجرا کرده، رعایت کرده. پس امکان پذیر هست. اما این که ما عدالت اجرا نمی کنیم مشکل از ماست. برای حل این مشکل تا حد امکان باید تمام خانواده های حوزه ها و قریجات تمام ولایات توسط بزرگان همان منطقه شمارش شود و بعدا توسط کارمندان مؤسسات با همکاری حکومت تقسیم شود و دیگر کمک ها را به دست دزدان قبلی مانند نماینده ها و وکلای گذر ندهند. در افغانستان شاید فقط 5% خانواده ها نیاز به کمک نداشته باشد، یعنی 95% دیگه به کمک نیاز دارد. خب عبدالاحمد میرزایی، بهتر است در این مورد هیچ سخن گفتن نشود چون تمام مستحقین همین دستگاه حاکم و وکلای گذرند و خلاص. مردم فقیر و نیازمند در این کشور جزء فراموش شدگانند. فقیر و مستحق حاکم ها هستند، وکلای گذر هستند، پولدارا هستند، متنفذین قومی هستند. مردم فقیر، مردم نیازمند و مستمندی که نان شب و روز خود را ندارند، اینا مستحق نیستند. عجب کشوری داریم. حسیب الله جهادی، کمک های بین المللی زمانی نفع می رساند که مستقیم به دولت سپرده شود. مؤسسات خیریه هیچ کاری برای فقر زدایی نمی کند. خب شاید این درست نباشه. من مؤسسات خیریه زیادی رو میشناسم که صادقانه و فداکارانه تلاش میکنن که خانواده های گرسنه و نیازمند و بی سرپرست را نجات بدن. کم هم نیست تعدادشون، خیلی هم زیاده. بی انصافی است اگر این گونه حکم بکنیم. حالا مواردی ممکن است باشه کسانی که واقعا اجحاف میکنن به بهانه کمک به فقیر مؤسسه میزنن ولی پولش حیف میل میکنن، خدا لعنتشون کنه اونا رو. محمد امین علیزاده، خیلی سوال خوب. در کابل، یک، در کابل از دسترس وکلای گذر خارج شود، باید یک مجموعه متدین و مخلص از افراد متعهد جامعه برای سروه فقرای حقیقی استخدام شود. دو، هر فرد و یا نهادی که از طرف حکومت قبلی مصروف این گونه خدمات بوده باید به صورت قطعی دستشان از این گونه کارها کوتاه شود، زیرا آنها معتاد به فساد گردیدند. از این جهت خدا عاقبت را به خیر گرداند. سه، افراد نهایتا مخلص و نهایتا با تقوا استخدام شود که بعد از توزیع افرادی که کمک گردیدند را دقیق ارزیابی نمایند. حتی اگر کسانی با تدلیس کمک دریافت نمودند را شناسایی و در حضور رسانه های پربیننده کمک را ازش پس بگیرند. چهار، برای اینکه نیروی بازدارنده فساد در جامعه زیاد شود، حکومت یک بررسی از روند کمک های توزیع شده نموده و چند نفر فاسد و چند نفر که کمک ها را بناحق گرفته شناسایی و در حضور رسانه ها محاکمه و حتی تعزیر نماید. ولی معهازا در کشوری که تقلب و فساد نهادی نشده، توزیع عادلانه حتی 30% عادلانه را مشکل می نگرم. از آقای علی زالم تشکر می کنم. فکر می کنم فرصت تمام هست. فکر جانم دیگه وقت نداریم، یک دقیقه را من صحبت نمی کنم برای اینکه خیلی زیاد حرف زدم و سپاسگزاری می کنم. دیگه این وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که از کسانی که سهم گرفتن در برنامه، چه با نوشتن کامنت، چه با تماس گرفتن و چه با تماشای برنامه، از اونا تشکر بکنم. تاج سر ما هستین و
قوت قلب ما هستین، برای همه شما عزت و سلامت آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند کشور ما را، مردم ما را، سرزمین ما را از این وضعیت رقتبار غیر انسانی و فلاکتبار آمیخته با فقر نجات بده و همه ما شاهد تجربه زندگی سرشار از عزت و ارزانی و فراوانی باشیم. یا حق. آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جمع زرگری باشه. یه همون درست. Yeah,